سلام مانا جان. سلام علی رضا، چطوری؟ خوبی؟ عزیزم شما خوبی؟ قربانت، تو خیلی ممنونم. مرسی عزیزم. امیدوارم که دیر نکرده باشم. نه 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 امیدوارم که صدا و تصویرم کیفیت داشته باشه. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتم علی رضا. خوبی؟ متشکرم، ممنون، مرسی. خوشحالی که برای من مانا جان. من چند دقیقه زودتر اومدم که در واقع هم یه صحبت کوچیک کنم، برای اینکه توضیح بدم که ایده اصلا از کجا شکل گرفت و اینکه چقدر خوشحال هستم از دوستی و آشنایی با تو عزیز دل. صدا تصویرت هم که عالیه و گفتم که همه چیز لطف داری. خواهش میکنم، خواهش میکنم. نمیدونم چقدر گفتی چقدر نگفتی، برای کسایی که احتمالاً از الان بیننده لایف هستند و شاید بعضیشون مخاطب من باشن، مخاطب علیرضا نبوده باشن، یه توضیح کوچیک من میدم. احتمالاً علیرضا هم گفته، علیرضا فیلمساز، سازنده کلیپ، هنرمند، با هم دیگه همکاری داشتیم، خیلی خیلی همکاری خوبی بودش. فکر کنم که هر دومون از معاشرت با هم دیگه لذت بردیم. خیلی دوست بسیار خوب، با استعداد و خیلی خیلی منظمی هستش، خیلی جدی در کار. آره، خب شنیدم گفتیم میخوام راجع به مفاهیم هنر و چیزهای خیلی سنگین سنگین و دشوار صحبت کنیم. خیلی سختش نکنیم، سختش نکنیم. آروم بشه اوکی. نه آف کورس، من فکر کردم که به هر حال شما انسانی هستی که چون من خیلی نگاه تو رو دوست دارم و من احساس میکنم که تو یه نگاه بسیار خاص داری به مفاهیم. بعضا هم حالا تو یه سری مسائل شاید آدم به توافق نظر نرسه با هم دیگه، ولی خب از نظر من صحبت‌های تو و نگاه تو بسیار جذابه و فکر میکنم که این گفتگوه یه گفتگوی خیلی جذابی بشه برای حالا دوستانی که میبینن برنامه ما رو، یا در واقع لایو ما رو میبینن. امیدوارم. اول برای من بگو که ببینیم این وضعیت کرونا چجوریه و شما در کرونا چی کار میکنی الان؟ کرونا میسازیم مثل بقیه دنیا، در حالت تازه قرنطینه رو رفع کردم، ولی به این شکل که محدودیت رفت و آمد بود قبلا. برای خروج از خونه باید حتما برگه پر میکردی، فرم با خودت بیرون میبردی، حالا به صورت دیجیتال، آخری ها دیجیتال شده بود توی موبایلت، یه ساعت در روز حق داشتی بیرون باشی حد اکثر، برای اونم به 4-5 منظور خاص، یا برای قدم زدن خیلی محدود، یا اونم در شعای 1 کیلومتری دوربر خونه. خب الان این محدودیت ها برداشتم، ولی عملا جای خاصی برای بیرون رفتن نیست، برای اینکه همچنان مراکز تفریحی و جاهای تجمع تعطیل هستن، سینماها خصوصا، رستوران ها، آره خیلی درد بزرگی سینما، آره تئاتر، سینما، نمیدونم جایی که اینطوری دیگه همه جمع میشن، نه همه تعطیل هستن. ولی و همینطور فروشگاه بزرگ که خیلی تجمع شدیدی توش صورت میگیره همچنان در فرانسه تعطیل هستن، ولی خب اینجوری دارن سعی میکنن که خورد خورد یواش یواش محدودیت رو کمتر کنن. شما در یوتیوب ریچ میکنی و از سوئد؟ خب یک شکل خاصی رو پیش گرفته تو این وضعیت کرونا و اون همین هست که خیلی در واقع ما به شکل قرنطینه زندگی نمی کنیم اینجا، منتها اعلام کردن که حضور، یعنی در واقع جمع شدن 50 نفر به بالا رو ممنوع کردن. سینماها و همه جا در واقع اینجوری که من میدونم و خبر دارم تعطیل نشدن، ولی خب با یه سری تدابیر فکر کنم در سوئد پایین‌تر هم بود، احتمالاً کمتر از کشورهای دیگه اروپایی درگیر بود. بله بله، ولی خب مثلا یه سری تدابیر اومدن، تصمیم گرفتن، گفتن که مثلا در سینماها شما با فاصله از هم دیگه بشینید، ولی خب خیلی از سمینارها کنسل شدن و در واقع یکی از بزرگترین کارخونه هایی که توی خود سوئد و مثلا یوتیوبر در حال کار هست مثل ولوو، اینها تعطیل شدن به صورت کامل، یه روزای از هفته فقط کار میکنن در حال حاضر، این چیزی که در واقع من خبر دارم و میدونم. ولی خب دیگه به حال یه شرایطی هست، پاندمی جهانی دیگه، حالا یه شرایطی که همه رو درگیر کرده به شکلی، ولی به هر توفیقش برای منه که امروز تو اینجا هستی، من که میدونم تو آدم بسیار شلوغی هستی و کلی سرت شلوغه. مانا جون اگر که اجازه بدی، چون میگم من گفتم که در واقع من یه صحبت تلفنی داشتم چند وقت پیش با یکی از دوستان در انگلیس که این صحبت تلفنی ما بسیار جذاب بود با هم دیگه، من احساس کردم که چقدر خوب میشه که من مثلا این شرط داشته باشم که با یه سری از دوستان دیگه که درجه یکم مثل خود تو بشینیم و با هم صحبت کنیم. خواهش میکنم بشینیم با هم صحبت کنیم راجع به این مفاهیم و این مسائل. حالا امیدوارم که خیلی سخت نشه، خیلی پیچیده نشه،
بادرش میکنه در حدی که سواد خودم برسه من حرف میزنم، بیشتر از سوادم حرف نمیزنم. خواهش میکنم. نه نه تو که شکست نفسی میکنیم. نه واقعیت خواهش میکنم. من اگه اجازه بدی صحبتمون و بحثمون رو همونطور که بهتم قبلا گفتم، مطمئنم حالا میاد که بحث دو طرفه باشه، حالا هم من نقطه نظرم بگیرم هم تو عزیز صحبت رو بگو. اولین چیزی که میخوام ازت بپرسم این هست که فکر میکنی که تعریف هنر خوب و تعریف هنر بد چی هست، و ما اصلا میتونیم این هنر رو بدون توجه به اینکه حالا مثلا نقاشی هست یا سینما هست یا موسیقی هست در کاتگوری خوب یا بد قرار بدیم، و اگر اینطوره تو فکر میکنی که این تعریف به چه شکلی میتونه باشه و ما چطوری میتونیم مثلا یک موسیقی رو یا یک فیلم رو بهش بگیم فیلم بدی هست یا یک فیلم خوبی هست یا یک موسیقی خوبی هست؟ خیلی سوال سختیه، خیلی سوال سختیه. سوالی کردی که من فکر کنم قدمت تاریخ هنر راجبش کتاب نوشته شده و بحث شده، چیزی نیستش که در یه صحبت بشه تکلیفش رو روشن کرد. ولی میتونم اون نگاه خودم رو به قضیه بگم، دید خودم رو بگم که میتونه مطلقا بی‌ارزش باشه و حساب هم نیاد، ولی خب چیزی بود که باهاش کار کردم و ادامه دادم. نگاه من به هنر و برداشت من به هنر اینه که یک شیوه از بیان احساس و به اشتراک گذاشتن احساسات بشری با دیگران هست. به یکی از طرقی که در طول تاریخ بشر به عنوان هنرهای هفتگانه کشف کرده، یا از طریق نوشتن هست، یا از طریق موسیقی هست، یا از طریق تئاتر هست، یا از طریق نمایش هست، یا به هر حال سینما هست، از یکی از این اشکال استفاده میکنیم به نحوی احساسات خودمون رو و واکنشمون رو نسبت به جهان اطراف ابراز میکنیم. حالا هر قدر که این واکنش، به اعتقاد من این واکنش نسبت به جهان اطراف، نسبت به دنیا، این اشتراک احساسات بهتر صورت گرفته باشه، میشه گفت ما موفق تر بودیم، میشه گفت ما کارمون رو بهتر یا درستر انجام دادیم یا هنرمندانه تر، شاید بشه اینجور گفتش. ولی اینکه یعنی ولی هر کدوم از این هنرها بهتر میدونیم که خودشون یک سری استانداردهایی دارند، استانداردها و معیارهایی برای سنجیدن دارند، سنجیده شدن و سنجیدن دارند که باید با اون بهتر آشنا باشیم. میتونم بگم که و ممکنه که خیلی از این در غیر این صورت، در غیر این صورت برخورد ما با اون رشته هنری یه برخورد بسیار سلیقه‌ای و دلی خواهد بود. میتونیم بگیم که من خودم در مورد موسیقی همینطوری هستم، من واقعا معیارها و استانداردهای یک موزیک خوب رو حرفه‌ای نمیدونم. گوشم آشنا بوده، یعنی گوشم از بچگی با شکلی از موزیک آشنا شده، به عنوان خوب به عنوان بد به عادتم دادن، با اون سلیقه در من شکل گرفته و خیلی خیلی مخاطب عامی هستم، قابل اتکا نیست. نهایتا میگم که این موزیک خوشم اومد، این موزیک رو خوشم نیومد، با این آهنگ حال کردم، با این آهنگ حال نکردم. میدونی وقتی که آدم خیلی استانداردها اون معیارا رو ندونه، خیلی اون ظرافت ها رو ندونه، ناچار نظر کلی بده و همان باید، یعنی اصلا برای همینم هست، نمیگم که چیز بدیه، اساسا آرتیست و هنرمند کارش رو تولید میکنه برای مخاطب عام که همین برخوردار رو بکنه، از کار خوشش بیاد ارتباط برقرار بکنه یا از کار خوشش نیاد. ممکنه خوشش بیاد نتونه بیان بکنه یا آنالیز بکنه که چرا خوشش اومده. میدونی مخاطب عام اینطوریه دیگه. یا ممکنه که نه، یه آگاهی نسبت به چارچوب‌های اون هنر داشته باشه و بتونه تحلیل بکنه که چرا این موزیک با من ارتباط برقرار کرده، چیشه که اون رو برای من ترجیح داده نسبت به سایر انواع موزیک یا فیلم یا کتاب یا رمان. میدونی در نتیجه برخوردها بستگی داره که چقدر راجع به اون هنر هم مطالعه داشته باشیم و شناخت داشته باشیم. درست. من در مورد خیلی از من در مورد موزیک همیشه دستم بالا بوده، البته ابراز سلیقه کردم، ولی خیلی بیشتر از لفظ خوشم اومده بدم اومده استفاده کردم. تا مثلا میگم در زمینه کارتون و کاریکاتور که بیشتر کار کردم، یه مقدار یه اصولی رو میدونم. میدونیم یه چیزی داره، یه سری مسائل هست تو کار هر هنری که خودت بهتر میدونی، مثلا در کار سینما که خودت
در موردش کار میکنی یا فیلم برداری یا تصویر برداری، اینها تکنیک کار هست. قضاوت کردن تکنیک راحت ترین بخش کاره، برای اینکه یه اصول مشخصی داره دیگه. نور باید این حالت رو داشته باشه، نمیدونم تصویر نباید فلو باشه مثلا، میگم اگر مگر اینکه عمدن نیاز داشته باشه که فلو بکنیم، ولی به طور معمولی تصویر باید شفاف باشه، نمیدونم عمق میدان فلان باشه، بیسار بیسار. ها اینا تکنیک کاره، همونطور که موزیک هم همینطوره. یه پیانیست باید نوت ها رو بلد باشه، نمیدونم آکوردها رو بلد باشه، بتونه چیز بکنه، موزیک رو بزنه. و شما میتونید تکنیسیان خوب بشید با تمرین زیاد، با کار کردن، با پشت کار، اما تبدیل به یک هنرمند خوب خواهید شد به این الزامن اگر تکنیسیان خوبی باشید. اون بخش مشکل تره ماجراست، اون بخش چالش برانگیزه و اون بخش بحث برانگیزه. اینکه از کجا حالا دیگه این هنره، وقتی که تکنیک رو به این توافق رسیدیم که خوب استفاده شده و می‌بینیم بحث‌های اصلی توی کار، توی ارزیابی‌های هنری اتفاقا اون جایی هستش که از تکنیک می‌گذریم. یعنی آثار به حدی میرسن که همه تکنیک رو دارن، به اونجا میرسیم که خب از این جای کار به بعد آیا ما فقط داریم از هنرمند تکنیک فروشی میبینیم، یا اینکه نه داره با ما یه احساس یا واقعا به اشتراک میذاره یه مفهوم. اینجاست که دعواها شروع میشه، اینجاست که بحثا شروع میشه، اینجاست که یک سری میان وسط میگن هنرمند واقعی کسیست که تعهد اجتماعی و سیاسی داشته باشه و باید این تعهد سیاسی و اجتماعی رو توی کارش ببینیم، وگرنه هنرمند واقعی نیست. یا هنرمند واقعی باید واقعیت‌ها رو منعکس کنه، وگرنه هنرمند واقعی نیست و هنرش هنر خوبی نیست. و به یه سری دیگه میان میگن که نه الزاماً همچین چیزی نباید باشه. یعنی ممکن که هنرمند بدبستان خیلی عمیقی با جامعه اطرافش و دنیای اطرافش داشته باشه، اما شکل نمودش و بروزش توی کار هنریش الزاماً یک بروز مستقیم همون مشکلات نباشه. یعنی انقدر راحت نمیتونی یه گونه هنری رو به خاطر اینکه ظاهر و فرمت تجریدی تری داره انتزاعی تر هستش و به نظر خیلی منقطع از جامعه میاد، به این راحتی مهر مثلا ضد اجتماع بهش بزن یا بگه هنر نیست. یا هنر واقعی هنری هستش که بر اساس هنرمندش میسنجن دیگه، که هنرمندش انسان وارسته‌ای باشه، آدم راستگویی باشه، آدم خوبی باشه، آدمی باشه که شبا دندوناشو مسواک بکنه، روزا صبح رو میدونم ساعت 9 شب آشغال آدم در بذاره، کسی اذیت نکنه، صداشو بلند نکنه، شوهرشو یا زنشو کتک نزنه. همچین ملاکای قائل میشن. شاید بتونیم بگیم که مثلا آدم خوبیه طرف، ولی الزاماً ارتباط قطعی و چیزی نداره، میدونید میتونه نداشته باشه. البته همش جای بحثه ها، یعنی چیزی که راحت بشه از روش رد شد. همین الان خیلی خیلی ها رو هنرشون رو، کارشون رو، اون چیزی که تولید میکنن دقیقا بر اساس زندگی شخصی، اتفاقاتی که حاشیه زندگیش داره میفته، حرفایی که میزنه یا رفتارهایی که کرده قضاوت میکنن. این همچنان اتفاق داره میفته. این نشون میده که این بحثا از ازل انگار بوده تا ابد هم قرار ادامه داشته باشه بدون نتیجه خیلی خاص. 100%. آره اینو که 100% با تو موافق هستم که این بحثا در واقع قرار نیست که به یک نقطه نهایی برسه. ما مطمئنا نمیتونیم با حالا یه تایم محدودی، یه زمان محدودی با صحبت بتونیم به این نتیجه قطعی برسیم تو این صحبت ها، این که اصلا هیچ شکی درش نیست. تو نظر خودت چی راجع به این که هنر خوب، تو با هنر خوب به چه چیز هنر خوب میگی؟ برای من متفاوت‌تر این هست که من موزم یه مقدار شاید مشخص‌تره. یعنی من یه مقدار خیلی میتونم بگم به شکل بروتال میتونم یه شمشیر بذارم وسط و بگم اینها به نظر من بد هستن و اینها به نظر من خوب هستن، که حالا شاید لزوماً خوب نباشه این نوع نگاه و این نوع فکر. ولی در کل من میتونم بگم که چیزی که من فکر میکنم برای من هنر خوب، هنری هست که جزءش، اون یک قسمتی از جزء اون هنر نمایانگر یا رفلکتی باشه از کلیت اون هنری که ما داریم میبینیم و برعکس کل اون در برگیرنده تمام جزء به جزء اون کار باشه.
و هنر بعد هم هنری هست که به نظر من جزش هیچ رفتی به اون کلیت کار نداره. یعنی اگه بخوام خیلی راحت تر اینو مثال بزنم، برای من فیلم های خوب فیلم هایی هستن که معمولا، چون تو انسان فیلم بینی هستی، فیلم های خوب برای من فیلم فیلم های خوب فیلم هایی هستن برای من که توی 10 دقیقه اول شما به شکل خیلی مینیمال و به شکل خیلی حالا ساده یا حالا خیلی بعضا پیچیده تمام چیزی که کارگردان یا نویسنده میخواسته بگه رو شما میبینیم. مثلا نمونه خیلی خوبش رو میتونیم بگیم پرسونا از برگمان مثلا، که شما توی اون چند دقیقه ابتدایی تمام اون حرفی که برگمان میخواد بزنه توی پرسونا رو میبینی و بعد درگیر یک فیلم خیلی بلند مدت میشی. یعنی برای من در واقع خوبی توی اون ژان خلاصه میشه. و خب من اینجا یه سوالی برام مطرح میشه، مثلا یه کارگردانی مثلا کدوم فیلم بونوئل بودش که هر 10 دقیقه روایتش میچرخی و شما از اون 10 دقیقه اول نمیتونی خیلی حد بزنی که آخرش چه اتفاقی میفته؟ یعنی با این تعبیر اون چند دقیقه اول خب کلیت که نشون نمیده. یا مثلا میخوام بگم توی فیلم، مثلا میگم خیلی از فیلم های پست مدرنیستی اینطوری هستن، آثار پست مدرنیستی، نمیتونی تیکش بگیری به کلش. این نگاه تو خیلی نگاه مدرنیستی هستش. هنر مدرن یه حقیقت واحدی داره، یه فرمت مشخصی داره، حتی فرمگرایش هم از اول تا آخرش تقریبا مشخص هست، همون خط رو میگیره و میره جلو. من خیلی دوست دارم، من مدرنیست های خوب رو مثل همون برگمان که مثال زدی، مثل برسون، فلینی، حالا فلینی مدار شادش انگولتر هست و این به این میشرخ برخوش بازی میکنه. اتفاقا می نمیخوام چی این وسط بگم، اون چیزی که هنر رو اهمیت میده و تشخص میده، اون روح مکاشفگر و بازیگوش و علاقه من به تجربه خود هنرمنده. به نظر من خود هنرمند هست که به هنر تشخص میده. به این راحتی نمیشه گفتش که فیلم چجوری، چه کار، چه نسخهی باید براش پیچید تا فیلم خوبی باشه، چه کار باید کرد. اون کاری که فلینی کرده تو انجام بدی، من انجام بدم، کسی دیگه انجام بده، به اون نتیجه نمیرسه. اون چیزی بود که فلینی برای خودش کشف کرد، همونطور که برگمن چیزی که بهش رسید چیزی بود که خودش، البته هر نسلی طبیعتا روی شونه نسل هنرمندان قبل از خودش میایست، از تجربه اونا استفاده میکنه، یه چیزایی از اونا میگیره، چیزی اضافه میکنه، سعی میکنه خودش پیدا بکنه یا اون چیزی که دنیای شخصی خودش رو میسازه و نهایتا دنیاش رو شکل میده. ولی جریان اینکه باید خودت کشف بکنی به عنوان یه دنیای تازه، میتونی از مال بقیه هم بگیری استفاده بکنی، ولی نهایتا اون چیزی که به دست میاد باید دنیای تو باشه. این چیزی که حرفش ساده است، اینقدر راحت نیستش. توی کار خیلی از هنرمندا، آرتیست‌ها و فیلمسازا میبینیم فیلم ساخته، هر تیکه شبیه یه کارگردان یه فیلم، این تیکش یاد نمیدونم آلتمن میندازه، این تیکش یاد نمیدونم چی میندازه، این تیکش یاد برادران کوئن میندازه، نهایتا یه مثال خیلی خوب یاد هیچی نمیندازه یا نمونه خوبش. ولی مثلا من از من تارانتینو تو فیلمای خوبش تونسته دزدی بکنه، یعنی حتی اوریجینال بودن رو که انقدر در معیارها استانداردهای کلاسیک هنر روش خیلی پافشاری میشه که هنر چیز باید اوریجینال باشه، اصلا وجود نباید داشته باشه قبلش، اون دقیقا میگرفت میدزدید از این صحنه اون صحنه. ولی اون معجون و مخلوطی که نهایتا میساخت، اون بازخوانی آثار هنری قبلی که حتی بعضا از بونجل ها استفاده میکرد، یه تیکه فیلم کاراتهی برمیداره، یه تیکه فیلم نمیدونم بونجل وسترن درجه 3 برمیداره، نه مثلا وسترن جان فورد این حرفا، اینا رو سرهم میکنه. همون کاری که کمابی شاید جازه طباطبایی، درست میگم اسمش رو دیگه، مجسمه ساز ایرانی انجام میده، جازه برمیداش رسما آشغال ها رو جمع آوری میکرد و ازش مجسمه تندیس میساخت، اون تندیسی که میساخت یه چیز جدیدی بود، مال خودش بود، مهر و امضای خودش رو داشت. به نظر من رسیدن به اون جهان شخصی و اون دنیای شخصی هستش که مهمه، یعنی بیشتر از اینکه اون اثر هنری برای البته به ضمن احترام به نظر تو ها، بیشتر از اینکه تو 5 دقیقه اولش مشخص بکنی تو 110 دقیقه اگه فیلم باشه مثلا قرار چه چیزی رو معرفی میکنه، اینه که در کل اون 110 دقیقه اگر علیرضا بدیعی اون فیلم رو ساخته،
من احساس کنم در جهان علیرضا بدیعی قرار گرفتم و تجربه ای کردم که پیش از اون در جهان یک هنرمند دیگه نداشتم. عالی، مرسی. متوجهم حرفتو، متوجهم کاملا حرفتو. نه درسته و مرسی که نظرتو با من به اشتراک گذاشتی توی این مطلب. یکم حالا هی قدم به قدم هی میریم جلوتر توی مفهوم های دیگه. هر جا خسته شدی من بگو که ما پاس کنیم. من خسته نشدم، موندم سر مخاطبانی که الان دارن نگاه میکنن. درد نیاد با این حرفا، فقط خیلی دیگه چیز نشه، پیچیده نشه صحبتمون. آره حالا من واقعا میگم چون من خودم ذهنیت اونقدر پیچیده ای ندارم، فکر نکنم سخت حرف بزنم. نه خب ادامه بدیم. آره شما که با کلمات بسیار ساده متفاوت توضیح میدی. یه چیز دیگه که حالا اینا بیشتر مسئله که واقعا حقیقتا بگم ذهن خود منو درگیر کرده، یعنی اینا چیز نیست که مثلا حالا من پیدا کرده باشم فقط برای اینکه صحبت کنیم، ولی حقیقتا اینها سوالای خود من هستن و ذهن منو درگیر کردن، به خاطر همین من اینجا هستم و با تو صحبت میکنم. یه چیزی که دارم بهش فکر میکنم جدیدن این هست که ما توی نمیدونم این چقدر درسته یا نه، یا حالا چقدرم جرأت کنه این حرف رو بزنه، دارم به این فکر میکنم که ما شاید میتونیم اگه بشه اینجوری گفت، میتونیم بگیم که ما در یه سری از کارها به جز ادبیات، یعنی اگه ادبیات و شعر رو در هنر بذاریم کنار، داریم وارد یه مرحله متفاوتی از هنر میشیم، به اون شکل مینستریم منظورم هست، اگر که بیایم هنر رو توی کاتگوری مینستریم قرار بدیم، جایی که در واقع هنر چیزی که خیلی سال پیش ها مثلا اروپا و امریکا اینو تجربه کردن، ولی ما در مثلا موزیک فارسی مثلا این رو نداریم، در موسیقی فارسی این رو نداریم، و اون هم جایی هست که هنر یا کار هنری به یک شکلی از کالا داره تبدیل میشه، جایی که ما در واقع دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا هنر اون مفهوم آرت فور آرت سیکی که مثلا صحبت میشه، هنر برای هنر مثلا اتفاق میفته، بلکه هنر یک مقوله تجاری هست و یک مقوله یک کالا هست که خرید و فروش میشه دقیقاً در زیر مجموعه صنعت قرار میگیره، و میتونیم بگیم که هنر صنعتی هست، و همونطور که حالا خودت هم مثلا اشاره کردی یه سری استانداردها وارد میشن، و این استانداردها چه خوب یا بد، به خاطر اینکه در برگیرنده نمونه کارهایی بودن که پرفروش بودن، مثلا میان و اون استراکچر کلی رو، اون چارچوب و اون قاب کلی رو برای اون هنر مشخص میکنن. حالا چیزی که منو درگیر کرده این هست که توی این روند، اتفاقی که داره میفته، اگر یک هنرمند تلاش بکنه که از این چارچوب خارج بشه، خب مسلما توسط اون کارتل های اقتصادی که وجود دارن و هستن در جامعه ای که هنر رو دارن هدایت میکنن، مورد بیتوجهی قرار میگیره. چقدر میشه این دوتا رو به هم نزدیک کرد؟ چقدر یک هنرمندی که سعی میکنه مثلا یا تلاش میکنه که یک شکلی از کار آوانگارد رو انجام بده، بیاد و آروم آروم خودش رو وارد فضایی بکنه که خودش رو در واقع وارد فضایی بکنه که از قبل تعیین شده هست، از قبل مشخص شده هست، همه چارچوب‌ها و فرماش آماده هستن و خیلی سخت میشه تغییر بکنه؟ این چیزی که داری میگه رضا جان یه چالش تاریخی برای هنرمندها بوده، اینکه بین جستجوگری که الان شعارش رو دادم چند دقیقه قبل در وصف جستجوگری و نمیدونم مکاشفه کردن جهان تازه و فلان، بین این و بین معاش خودشون بتونن یه هماهنگی به وجود بیارن، یه آشتی به وجود بیارن، همیشه این جنگ و دعوا وجود داشته، این چالش وجود داشته، هیچ وقت هم کار راحت و ساده ای نبوده. تمام اون کسانی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم به عنوان کسانی که کارهای تجربی کردن، به قول خود فرنگی ها اکسپریمنتال کار کردن، به ندرت از همراهی سرمایه برخوردار بودن، یا خیلی سختی کشیدن، یا بابتش تقاص زیاد پس دادن. نمونه های حالا خیلی زیادی وجود داره در تاریخ،
حالا در نقاشی دیگه معروف ترینش، مثال هایی که مردم اکثرا خیلی از دوستان میدونن و میشناسن، مثلا در دوره که داشت نقاشی کلاسیک پوست اندازی میکرد و وارد نقاشی مدرن میشد، امپرسیونیستا ظهور کردن دیگه. کسایی مثل مانه و مونه و نمیدونم رنوار و اینا، و بعد پشتر اینا گوگن و ونگوگ که یه جریان که حالا هر کدوم تیکه تیکه شدن، حالا اسم مختلف پست امپرسیونیست پیدا کردن فلان فلان بیسار، ولی دوره که اینا ظهور کردن اینا خلاف جریان نقاشی کلاسیک بودن. نقاشی کلاسیکی که خیلی همه چیز رو تمیز و مرتب میکشید و فیگورای آدم ها مشخص و اون زیبایی شناسی که هنوزم خیلی از دوستان بهش عادت دارن که چرا اگه نباشه مثلا یه طراحی خیلی کلاسیک کمال الملکی نبینن احساس میکنن که اون کار ارزش نداره، یا لابد طرف نقاشی بلد نبود. هنوز پیکاسو رو خیلی میگن که نقاشی بلد نیست، کج و کول میکشن چش تو اینجا. یعنی هنوز نگاه یه نگاه خیلی کلاسیکه به نقاشی. خودش نشون میده چقدر کار سختی بوده وقتی اینا میخواستن آدمایی که میخواستن این چارچوب رو بشکنن، چارچوب ذهنی که عادت کرده به فرمای کلاسیک، به شکلای کلاسیک، به زیباشناسی، به تعریف زیباشناسی به شیوه کلاسیک میخواستن این رو باش مبارزه کنن، یا لااقل کار خودشون رو که با اون تعاریف نمیگنجید انجام بدن، چقدر سختی کشیدن. در اون زمان جریان اصلی، نه فقط، حالا تو گفتی کارتل ها، الزاما فقط کارتل مارتل نیست، حالا درسته که جریان نقاشی آکادمیک در دوره اون زمان تحقیر میکرد امپرسیونیست ها رو به عنوان کسایی که نقاشی بلد نیستن، طراحی بلد نیستن و کارشون ضعیفه، به اینا فضای نمایشگاهی داده نمیشه و مردم هم دوستی نداشتن، خوششون نمیومد. میدونی اتفاقا خیلی جالبه، بذار ربطش بدم به چیزای عام‌تر. من که تازگی که از مخاطبان من یادم این سر چی این بحث رو با من راه انداختش که این کاری که فلان کاری که شما انجام میدید باید پسند مخاطب رو در نظر بگیرید، به عنوان یک هنرمند ببینید که مخاطبتون چی میخواد، همون رو در اختیارش قرار بدید. من گفتم اتفاقا حالا من به این مورد خاصی که اشاره میکنم این کار ندارم، ولی به طور کلی هنرمند کارش این نیستش که الزاما چیزی که مورد پسند یا مورد انتظار یا مورد توقع مخاطب هست در اختیارش قرار بده. فقط خیلی از بزنگوهای مهم هنرمندانی اسمشون تو تاریخ مونده که مطابق پسند و توقع کار نکردن، الان داریم اونها رو ستایش میکنیم، وگرنه هیچ کی امپرسیونیستا رو نه تنها ستایش نکرد که لعن و نفرینشون هم میکردن بهشون، ازشون تابلو نمیخریدن، به نظرشون هنرشون هنر بی ارزش میومد، ولی همون کارها در اون ابعاد یواش یواش ذائقه رو تغییر داد. پس این ذائقه از کجا باید تغییر بکنه؟ این خواست عمومی، این پسند عمومی که الان این فلان انتظار از من داره که اگه مثلا من خودم هنرمند فرض بکنم، این کجا قرار یواش یواش یه چیز جدید زیر زبونش بیاد؟ چطور باید این اتفاق بیفته؟ خب بالاخره باید یه حرکتایی بشه که خارج از چارچوب عادت ها هستش دیگه، و این هزینه داره. و چون مردم ممکنه که پس بزنن و دوست نداشته باشن، اتفاقا به همین دلیل ببین سرمایه گذار کسیه که تاجره عمدتا. حالا خیلی وقت تو سرمایه گذارها یه عشق درونی هم دارن، حالا بهش میگیم چیز دیگه، تهیه کننده در سینما، در موزیک ممکن یه تهیه کننده باشه که خیلی به ابعاد هنری اثر علاقه داشته باشه و ریسک بکنه و قمار بکنه و یه پولی بذاره و بدبخت بشه و از فیلم بعدی یا موزیک بعدی اونم شروع کنه محافظه کاری وقتی یه سای پوستش کنده شد، ولی به طور معمول داره یه تجارتی میکنه، میخواد پولش برگرده وقتی داره این کالا سرمایه گذاری انجام میده، مثل قمار میمونه. ممکنه که این سلیقه جدیدی که روش داره سرمایه گذاری میکنه جواب بده، یا اینکه مردم پس بزنن، و اگر جواب نده ممکنه دیگه اصلا نتونه از جاش بلند بشه و از بین بره و در تاریخ محو و پود بشه، اصلا یادش نبود که این بیچاره همش کاری کرد. در نتیجه این ذات محافظه کاری قضیه پود سرمایه داره باعث میشه که خود به خود خیلی از جاها، خیلی از سرمایه گذاران، تهیه کننده ها روی کارهای جدید و نو، کارهای سنت شکن، کارهای عرف شکن یا خلاف ذائقه عام سرمایه گذاری نکنن یا به این راحتی چیز نکنن. من تو کار سینماگران من تازگی دارم، نمیدونم، حالا دارم هی پر حرفی میکنم، از این شاخه اون شاخه میپرم، هی به سینمام ربطش میدم. دارم با یکی از دوستان، حالا از راه دور،
اون از ایران من از اینجا، فیلم های رابرت آلتمن رو مرور میکنیم، با همدیگه رد و بدل میکنیم، نظر میدیم. این کارگردانی که من خیلی دوستش دارم، فیلم های زیادی در طول 3-4 دهه ساخته دیگه، از دهه 60-70 شروع کرد تا 90 یه عالمه فیلم ساخت. عمدتا فیلمی که دهه 70 ساخت و دهه 90 ساخت بهترین فیلماش هستن. دهه 80 متاسفانه اونم مشکل مالی پیدا کرد و تهیه کننده حاضر نه، چون شکست خورده که از فیلم مهم مینستریمش اتفاقا خواست مینستریم کار کنه. فیلم ملوان زبل که کارتونش رو شاید دیده باشین، فیلم سینماییش رو پاپای رو ساخت که شکست بدی خورد و دیگه نتونست اونقدر از جوش بلندش. ببینید این کارگردانی که فیلمهاش، اون میزان فیلم که من ازش دیده بودم، همیشه برام چیز بود، خیلی ضد جریان بود همیشه، ولی یه مدل خاص خودش بود. یه عشق و علاقه زیادی داره به نقد اجتماعی، به نقد جامعه، روابط انسانی توی جامعه. اگه فیلمای مثلا راههای میانبارش رو دیده باشین، به اسمش یا شورت کاتس انگلیسی، یا لباس حاضری، پرت پورته به قول فرانسوی پخت پخته، یا اگه فیلم The Player بازیگرش رو دیده باشین، یه فیلم دهه 70 این تیپی مثل مش و نشویل رو دیده باشین، یه رویکرد اجتماعی داره، یه اصلا دوربینش یه لحن و لهجه خودش رو داره، مدل فیلم برداریش خیلی و میزانسن دادنش مدل خاص خودش هست. این آدم خیلی به لانگشات علاقه منده، به لانگشات پر جمعیت، و بعد یه دوربین شخصیت ها رو پیدا میکنه تو جمعیت، روشون زوم میکنه، زوم بک میکنه، زومی میکنه، بعد دوربین میشست به بازیگری که قرار داستانش رو دنبال بکنیم، انگار تعقیبش میکنه، انگار مثل اینکه اتفاق داره میفته و این کارگردان داره با دوربینش پیداش رو داره لحظه رو میدزده، میدونی، خیلی مستند. تو بعد یهو بین فیلمای دهه 70 به دو تا فیلم برخوردم که اصلا کاملا دو تا چیز متفاوتن، دو تا فیلم سورئال، ذهنی، کابوسگونه، که شاید باورت نشه اگه ندونسته باشه از قبل این کار آلتمنه، باورت نشه که آلتمن ساخته. یه فیلم هست به اسم سه زن، Three Women، و یه فیلم دیگه که حتی از اونم رادیکال تره به اسم Images، تصاویر، که یه فیلمی به ظاهر ترسناک و هارور، نه اصلا اون نقد اجتماعی که اجتماع آمریکا رو در دهه 70 و 90 و 80 اینا، اصلا آمریکا نمیذاره. این فیلم یه جای بی‌ربطیه، توی روستای تو ایرلند اتفاق میفته، از دنیا بریده و توی ذهن زن داره اتفاق میفته که دچار اسکیزوفرنی. میبین این یه فیلم کاملا تجربی بوده که آلتمن براش حتی فیلمنامه مشخص مدون کامل نداشته، خیلی خیلی بداهه سرایانه اینو کار کرده با یه فیلمنامه نصف و نیمه، ولی انقدر توی فیلم قبلیش یا به هر حال انقدر اعتبار داشته که تونسته سرمایه گذار رو مجاب بکنه که بهش پول بده که این فیلم رو بسازه، میدونی، یعنی کلی جنگیده بابت این قضیه و مکاشفه ای کرده، به جای اینکه یه پکیجی بده بیرون که بگه این پکیج آلتمنیه دیگه، یه فیلم آلتمنیه دیگه الان میبینیم، یه دنیای جدیدی انگار توش کشف کرده. ولی این دنیایی نیستش که هر کسی خوشش بیاد، حتی خود منتقدان اون زمان هم، میخوام بگم فقط مردم هم نیستن، حتی خود منتقدان اون زمان هم به خاطر اینکه اساسا فیلم‌های وحشت رو، ژانر وحشت رو و هارر رو خیلی تحقیر می‌کردن، خیلی بعدش به نظرشون سخیف میومد، یه ژانر سرگرم کننده، مردم میخوان بترسون یا مثلا اینجوری، اینکه ارزشی نداره، به عنوان چیپ انترتینمنت بهش نگاه میکردن. اگه کارگردان معروفی هم تو این ژانر یه این تیپی فیلم میساخت، یه جورایی از قبل انگار پذیرفته بود این قضیه رو که به جدیش نگیرن، لااقل اون فیلمش رو نادیده بگیرن. فیلم سزنش یه مقدار چون تو خود آمریکا میگذره و همچنان یه لحن سورئال داره، ولی چون خدا یه جنبه‌ای واقع گرایانه از جامعه آمریکایی یا زن آمریکایی نداره، بیشتر مورد توجه واقع شده ایمیجز اصلا و من فکر نکنم هیچ کدوم از این فیلم‌ها واقعا فروخته باشه و خیلی چیز داشته باشه، یعنی آیدی برای آلتمن داشته باشه. میدونیم باعث رو چی بشه، چه اتفاقی بیفته، اینکه از یه تاریخ به بعد این چند تا تجربه، از یه طرف بعد دیگه تهیه کننده پول نمیدادن آلتمن فیلم بسازه و تا 15 سال 10 سال بعد دیگه نتونست کار بکنه. این بهایی بود که آلتمن پرداخت.
تمام این پرحرفی ها به راجیو رو کردم. یه مثال از این کارگردان خیلی معروف آوردم که این رو بگم که این آشتی برقرار کردن بین سرمایه و تجربه گرایی خیلی کار راحتی نیست. یه جاهایی با هم دیگه منطبق میشه، یه کار تجربه گرا پولم میسازه، یا ممکنه در جای خودش خیلی بازده مالی نداشته باشه، ولی یه تأثیری میذاره روی قشری از مخاطبان فرهیخته تر که تبدیل جریان مینستریم میشه. کما اینکه باز توی سینما مثال بزنیم، حتما بهتر از من بلدی، توی موجنوی سینمای فرانسه 1950 و 60 وقتی گودار میاد و شروع میکنه اون بازی ها رو توی فیلم سازی کردن و جامکات استفاده میکنه و قطعای سریع و تون، اصلا اون موقع همچین چیز وجود نداشت، همه با تعجب نگاه میکردن. درسته این فکر نکنم خیلی فیلم ساز تجاری محسوب میشد گودار، یا اونقدری مخاطب عام توی دنیا گودار رو میشناخت، ولی این مدل جامکات ها و مدل تختی ها نفوذ پیدا کرد توی سینمای بدنه، اصلا توی کلیپ سازی وارد شد. شما ردپای جامکات رو توی کلیپ ها، توی چیزای موسیقی، کلیپ های موسیقی که چند دهه بعد توی MTV ساخته شد میتونید ببینید. یعنی خیلی از کلیپ های MTV دو سه دهه بعدش همچنان مرهون و مدیون تجربه گری های گودار هست. آره، یعنی اون به مینستریم اینجوری ناخواسته انتقادش داریم. بالاخره یه جایی این قضیه ادامه پیدا استفاده میشه، اینطور نیستش که فقط مخاطبان فرهیخته برن و توی سینماتک بشینن نگاه کنن و تموم بشه. اگه واقعا اون اثر هنری درست آفریده شده باشه و تاثیرگذار و تجربه گرایی درستی داشته باشه و فقط تصنع و ادابازی و تظاهر نباشه، بالاخره تاثیر خودش رو میذاره. مرسی از جوابت. فکر نکنم جواب سوال تو داده باشم. نه بس آخه جوابم نیست در واقع، یعنی سوال ها جوری نیست که مثلا همونجوری که گفتیم اولش هم قرار نیست به جواب خاصی برسه، بیشتر مثل یک محاوره و در واقع یه گفتگویی هست که بین من و تو شکل میگیره این وسط. حالا یه سوال، الان این هنر آنپسندی که در واقع داریم راجبش صحبت میکنیم که مشخصهای آیدنتیکال هم داره دیگه 100%، یعنی یه چیزایی داره که همه خب میشناسنش، مثلا مطمئن هستن بهش، به قول تو طرف مطمئن خرید میکنه بلیط سینماشو و میره تو سینما و فیلمو میبینه، چون میدونه که این فیلم به هر حال یه فیلمی هست که قرار نیست خیلی مثلا چیز عجیب غریب باشه، یا بعد 20 دقیقه مثلا بگه بابا اصلا چه کاری کردم، من این پول دادم مزخرفو دارم میبینم، در صورتی که شاید چیزی ازش متوجه نشه و ترجیح میده که بره سراغ یه فیلمی که راحت‌تر میفهمتش، راحت‌تر هضمش میکنه و به راحت برش قابل قبول هست. آیا این یه شکلی از این چیزی که اتفاقی الان داره میفته، آیا این یه شکلی است از زندگی مدرن ما، یعنی ما درگیر به خاطر درگیر بودن با زندگی مدرن ما هست که ما هرچی بیشتر به این سمت داریم میریم، حالا توی زندگی اروپایی اینجوری که تو دوشنبه صبح از خواب بیدار بشی بری سر کارت تا آخر شب همینجور کار کنی تمام روزهای هفته رو، و آخر هفته خیلی ها منتظر اون جمعه ای باشن که به فرض با مثلا بخوان آبجو بخورن یا مثلا تو دیسکو برن، یا اینکه در ایران مدام تو در حال کار کردن باشی و در واقع مثلا حالا جمعه رو بتونی یه استراحت بکنی. چی ویسکی هم میتونه. حالا سوالم اینه که آیا این درگیری الان مثلا این به خاطر اینه که ما داریم خیلی مدرن مثلا میشیم، یا این چرا داره این اتفاق میفته؟ متوجه اصل سوال نشدم، داریم به کدوم سمت هنر میریم؟ به سمت اینکه بازاری تر بشه، عام‌تر بشه؟ من نگاه سوال من در واقع این هست که این که داره حق انتخاب برای مخاطب کمتر و کمتر میشه، یعنی من قبلا اگر که میرفتم خیلی ساده، من اگر قبلا میخواستم موزیک فارسی گوش بکنم خیلی خواننده خوبی بودن که میشد بهشون گوش کنی، الان خیلی کم، خیلی سخت میشه پیدا بکنی خواننده هایی که مثلا خوب باشن. این حق داری میگه علیرضا، خیلی دشواره، برای اینکه باید جامعه به جامعه، کشور به کشور شاید جداگانه راجع بهش صحبت کرد، شاید اون اتفاقاتی که در ایران افتاده شبیه اون اتفاقاتی نباشه که تو آمریکا افتاده یا تو سوئد افتاده، در عین اینکه در یه منظر کلی، در یه تصویر کلی ممکن یه اتفاقاتی افتاده باشه که همه دنیا رو هم تحت تاثیر قرار داده باشه. این هم هست. مثلا بهت میگم کم حوصله تر شدن مردم در همه دنیا یه اتفاقی که
پاندمیکه، همونطور که کرونا ویروس پاندمیکه، به نظر من این بی‌حوصله شدن هم چیز جهانی هستش. حالا یه کشوری یا پایین اومدن سرانه مطالعه در همه جای دنیا داره اتفاق میفته. حالا فرضاً میگم در یه کشوری مثل فرانسه که یه زمانی شاید مثلا 80% کسایی که توی مترو می‌نشستن حتما در با اینکه اون فاصله زمانی که سر کارشون یا خونه برسن یه دونه کتاب دستشون بود، الان اون 80% تبدیل شدن مثلا به 20% 30% تعداد کسایی که موبایل دستشون دارن بازی میکنن، سیب و گلابی قید میکنن داره افزایش عجیبی پیدا میکنه. من کاملا دارم توی 10 سال میبینم. یعنی قدیم همینطوری، نه که خیلی اهل دزدک نگاه کردن باشم، ولی چشم آدم میفته یه زمانی یه نفر اون وسط نشسته بود که داشت سیب و گلابی، خیلی با دقت هم ممنون، انگار کار خیلی عجیبی داره انجام میده. بعد میده اگه تصادفا نگاه بخوره داره سیب و گلابی قید میکنه، هم کار خاصی نمیکنه موبایلش. معمولا یه نفر اون وسط اینجوری بود، بقیه کتاب خیلی ریز نوشت دستشون بود و میخوندن. ولی الان تقریبا شد یه نفر دستش کتاب باشه، بقیه موبایل دارن چیز میکنن. خب این قضیه تو کشور ما که سرانه مطالعه هیچ وقت بالا نبوده فاجعه تره بدون شک. یعنی ما در بهتر دوران خیلی خیلی خوب مطالعه و کتابخانیش هم میزان کتابخانی کشور ما نسبت به جمعیت فوق العاده پایین بود، الان که دیگه بدتر. ولی در کل دنیا این اتفاق داره میفته. یا تبعات آمدن فضای مجازی و همین فضایی که الان داریم داخلش با هم دیگه حرف میزنیم، اینستاگرام، فیسبوک، وبلاگ، چی اینا تقریبا در همه جای دنیا کم و بیش یه شکل بوده. یه میزان از بی‌طاقتی، بی‌حوصلگی و کم شدن فرصت تفکر رو به وجود آورده. یعنی بزرگترین ظلمی که به بشریت شده و پیش اومده اینی که زمان فکر کردن، زمان اندیشیدن، زمان مکس کردن کم و کمتر شده در همه جا. این خیلی ترسناکه. درسته. این خیلی بده. و فضایی مثل اینستاگرام بهش کمک میکنه، یعنی بدترش هم میکنه. من خود منم حالا به عنوان مخاطب اینستاگرام میگیرم دستم، فضای مجازی میگیرم دستم، میرم توی هوم پیجش، انبوهی از اخبار و تصاویر داره میاد که اطلاعات مختلفی داره من میده، هیچ کدومش نمیتونم خیلی روش مکس بکنم، میذارم کنار بعدی رو میبینم و مجموعه خیلی بی‌ربطی از تصویر و خبر رو دریافت میکنم. یه دونه گروهی میبینم که یه دوست مشهدی دوبلش کرده خیلی بامزه، میخندم میذارم کنار. یه خبر خیلی ترسناک میبینم راجع به یه بخش از کشورم اتفاق افتاده، غمگین میشم میزنم کنار. یه کاریکاتور از همکارم میبینم، دو ثانیه مکس میکنم، سرمو تکون میدم میزنم کنار. یه خبر راجع به فلان خوانندمون میبینم که با اون یکی ارتباط داره یا نداره میزنم کنار. راجع به اعدام چند نفر میزنم کنار. راجع به چرت و پرتایی که فلان رئیس جمهور فلان کشور ترامپ یا کسی دیگه گفته میزنم کنار. میدونی همینطور. و حتی بحث و بعدم یه جایی بعد انگار در همون چند ثانیه تصمیمم بگیری و موضعم بگیری، آیا مثلا با این اتفاق موافقی یا مخالف هستی؟ آیا مثلا با اعدام، مجازات اعدام به طور کلی یا اعدام فلان کسک یا زندان فلان کسک محکومیتش موافق هستی یا مخالف هستی؟ یا با فلان پتیشن موافق هستی یا مخالف؟ همونجا با تصمیمتو بگیر در 3 ثانیه. و میدونی این چیزایی نیستش که در 3-4 ثانیه، در 10 ثانیه بشه تکلیفش روشن کرد. اینا فضای فکر کردن میخواد. این چیزی بود که روزنامه مجله لااقل به خاطر ماهیت و کیفیتش در اختیارتون میگذاشت. شما ماهی یه دفعه یا هفته یه دفعه یه مجله میگرفتی، یه مطلبی میخوندی، میذاشتی کنار، راجبش فکر میکردی، باز میکردی، مطلب بعدی میخونی، میذاشتی کنار تا ماه بعد یا هفته بعد یا فرداش یه روزنامه دیگه در بیاد. ببینید این میزان از هجوم مطالب و خبرهایی که هیچ نظارت کیفی هم روشون نشده. میدونید هیچ نظارت کیفی هم روش نشده. کلیپای طنزی که توش میاد همینطور برو برو یه دقیقه همه هنرمند طناز شدن، همه استنداپ کمدین شدن، همه کارتونیست شدیم، همه نمیدونم دیگه خدمت بازیگر شدیم، یه موبایل و یه چیز رو ضبط میکنیم و میذاریم و یه عالمه طرفدار هم پیدا میکنیم. این هیچ نظارتی هم که نداره، انبوهی از این چیزا داره میاد. و حتی توی شیوه، یعنی میخوام بهت بگم، یعنی فاجعه زمانیه که این
تزریق بی‌حوصلگی تبدیل میشه به یک المان مهم برای سرمایه گذار، برای تهیه کننده و برای هنرمند، برای جذب مخاطبش. حالا من چی بسازم که یه چجوری فیلم بسازم، یه چجوری موزیک بسازم که بتونم جذبش بکنم، خب که حوصله‌اش سر نره، که بتونم نظرش رو جلب بکنم. در نتیجه فیلم‌ها میرن به سمت اینکه هی ریتمشون تندتر بشه، بوم 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 بوم. حتی فیلم‌های روشنفکری، حتی فیلم‌های نخبه‌گراتر که تختی زیاد داشته باشه، میدونی که یه جور ریتمم زیاد نمی‌کنه. وقتی تختی زیاد می‌کنه، یه حجم زیادی تصویر، مثلا به جای اینکه در یک دقیقه چه می‌دونم 10 تا نما ببینی، مثلا 1000 تا نما ببینی، از این تیکه به اون تیکه، از این ور صورت به اون صورت، از 10 زاویه باید هم یه قطع بخوره، احساس می‌کنه که انگار مخاطب حوصله نداره که یه زاویه بیشتر از 1-2 ثانیه صبر بکنه. نه دیگه، بس قطعش کن، یه جور دیگه می‌نشون من حوصله ندارم صبر بکنم. می‌دونی انگار همچین چیزی، همچین سلیقه‌ای رو دارن دنبال می‌کنن. و این ضربه‌ای که زده اینه که خب برای اینکه بخواد یه فیلم یا یه موزیک یا هر چیزی روی مغز من تاثیر بذاره، بتونه روی روح من تاثیر بذاره، بعد یه جاهایی سکون داشته باشه. اگه همش مدام بخواد تون تون اتفاق بیفته، خب کجا من باید این نفس خور رو داشته باشم؟ حتی با تمام حالا نمیدونم، اشکال نداره اسم ببریم و چیز بکنیم، با تمام احترامی که قائل هستم برای صناعت و هنرمندی و فیلمسازی، فیلمسازی مثل اصغر فرهادی مثلا که خیلی هم عالی فیلمسازی میکنه و فیلمش خیلی درجه یک عالی، ولی حتی در مدل فیلمسازی اصغر فرهادی، وقتی میشینیم فیلمش رو نگاه میکنیم، وقتی میشینیم فروشنده رو نگاه میکنیم، وقتی میشینیم جدایی رو نگاه میکنیم، انقدر ریتم تونده، انقدر اتفاقات سریع میفته، تویست پشت تویست پیش میاد، این پیش اون پیش، از صناعت فیلمنامه نویسی و قدرت و مهارت لذت میبریم، از اتفاق لذت میبریم، ولی کمتر یه جای مکس میذاره، یه جای سکون میذاره برای اینکه تو یه مقدار هضم بکنی که تا اونجا چه اطلاعاتی دریافت کردی و چی شد و چی نشد. این دلیل این بود. اینکه بعضی میگه آقا چرا ریتمش کنده، مثلا ریتم آنتونیونی فیلم میساخت انگار ریتمش یه جای کند بود. خب اتفاقا بیشتر نشت میکرد، بیشتر نشست میکرد توی ذهن آدم، اون نماهایی که میگرفت بیشتر نشست میکرد. اون این یه زمانی میبره، تأثیرگذاری زمان میبره و این زمان هی داره کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه و از عشر ثانیه هم داره کمتر میشه و برای همینه که دیگه اون اتفاقا نمیفته شاید در یه بخشی از قضیه. حالا این یه تو سوالت خیلی کلی‌تر بود، من میدونم، یه خیلی کلی‌تر قضیه رو گفتم، من در یه جنبه گفتم که چطور حتی مسئله زمان داره توی آثار هنری جدید شکل و شیوهش و تعریفش متفاوت میشه و ناشی میشه از یک جور بی‌حوصلگی. حالا بگذاریم که همونطور که گفتم هر کشوری میتونه مختصات محلی خودش هم داشته باشه، مثلا کشوری مثل ایران از این مشکل رنج ببره که جریان هنریش جریان هنری سالم بدون مانع و دست‌انداز، بدون محدودیتی که درش هنرمندان یک مسیر قابل انتظار یا نه مسیر به هر حال مألوف یا همون سالم بهترین اصطلاح میتونم ببرم، آره سالم طی بکنم به این جای برسن یا نرسن، اون وجود نداشته. یعنی از قبل از انقلاب اون تجربه هایی که هنرمندان قبل از انقلاب کردن چجوری باید به نسل جدید انتقال پیدا میکرد؟ کاری که در موزیک مثلا اسفندیار منفردزاده کرده یا نمیدونم خیلی کسای دیگه کردن که بعدا همه از کشور ناشوشنا خارج بشن، یا تمام اون چیزایی که حتی در موزیک پاپ که به نظر من نمیدونم دمدسترینشون شاید از نظر ریتم و رنگ و ملودی، بازم میگم من تخصص ندارم با احتیاط تو این بحثا وارد میشم، ولی شاید خیلی از موزیکای امروزی پاپ ایرانی و چیز به نظر جذاب‌تر بیان یا به نظر چارچوب درست‌تری داشته باشن یا ملودی هایی ساخته باشن که هنوز توی ذهن آدم زنگ میزنه، لااقل آدم توی مهمونی ها رقصش میباشون، نه تا چیز جدیده، حتی دارم میگم تو اون مدل های قراره بیشتر سرگرمی ساز باشن. برسته. این تجربه چقدر انتقال پیدا کردش، اون تختی که ایجاز شد، اون قطعی که ایجاز شد، و یه هنرمندی که الان در داخل ایران کار میکنه
چقدر از انرژی خودش رو میتونه صرف خلاقیت و آفرینندگی بگذاره، چقدرش رو باید صرف این بکنه که با اون سیستم مبارزه بکنه که بتونه کارش رو بدون سانسور، بدون محدودیت، اونجوری که دوست داره به نمایش بگذاره یا به گوش مخاطب برسونه، یا اینکه به خاطر ژانری که انتخاب کرده، اگه مثلا موزیک رپ باشه یا موزیک متال باشه، تا ابد محکوم به این هستش که زیر زمین باقی بمونه، هیچ وقت رو نیاد، این اقبال رو نداره. اگه به زندان کارش نکشه، البته به خاطر موسیقی متال زندان کارش نکشه، بتونه کارش رو انجام بده. میدونی؟ یعنی اونم خودش چیزی هستش، یه مسئله ای هستش که تمام اینو باعث شده که نتونه. میدونی؟ یعنی برای همینه که من یه جوری که توی لایو خودم با توانا با مهدی موسوی راجع به تتلو صحبت کردیم که چطور اون آدم به عنوان یه آدمی که داره رپ خونده، یه کارنامه سر روال سالم منطقه نتونست داشته باشه. اگه همش هم تقصیر خودش بود، نه، واقعا نمیتونه انکار بکنم یه بخش بزرگ این قضیه هیچ تقصیری تتلو درش نداشت و قربانی مطلق بود. ما الان چیزی که الان تبدیل شده و نتایجش رو داریم نگاه میکنیم و خیلی راحت محکومش میکنیم، ولی اون اتفاقات که براش افتاد، و نه فقط برای تتلو، برای خیلی از کسایی، برای کسایی که انبوهی از موزیسین هایی که یا هنرمندانی که با تعاریف استانداردی که یا حتی نیمه استانداردی که توی ایران وجود داره نمیخورن و نمیخونن. بالاخره یه ژانری از موزیک پاپ رو دولت ایران به عنوان حالا یه جور گناه اجتناب ناپذیر پذیرفته، زیر سیبیل در کرده یا یه جورای آب توبه سرشون ریخته، ولی ما بقیه خیلیشون در محاق توقیف هم، اونایی که نمیتونن خودشون رو وقف بدن باید چیکار بکنن؟ این اوغدا و این سرگشتگی سرکوب شده تبدیل به چه چیز خواهد شد؟ انرژی فراوانی که قراره به صورت یه کار موسیقیایی خالی بشه، انتقاد پیدا بکنه، وقتی سرکوب میشه تبدیل به چی خواهد؟ چجوری به چه شکلی خودش رو بروز خواهد داد؟ احتمالا نباید تبدیل به چیز جالبی بشه دیگه. نه درسته، ما تقریبا نزدیکیم به یک ساعت و من فکر میکنم که مطمئن نیستم، فکر میکنم بعد یک ساعت اینستاگرام لایو ما رو میبنده و ما میتونیم اگر که موافق باشی بریم توی به قول قسمت دوم صحبتمون. من خیلی نمیخوام اذیتت کنم، خیلی نه، من در خدمت هستم، من میتونم تو نیم ساعت دیگه هم، نیم ساعت سراب دیگه هم در خدمتت باشم. فرصت خوبی اگه قطع شد، کسایی که شرم حضور و چیز دارن یواشکی از همین قطعی استفاده دارن فرار کنن. دوستانی که هستن فکر کنم اصلا لذت میبرن از این. آره مطمئنی. حالا میگم ما یک ساعت صحبت کردیم، الان اطمینان رسیدیم به نکته درستی و جای درستی، چون من همه اینها رو گفتم که برسیم به این که چرا یک هنرمند مثل امیر تتلو میاد و درگیر حاشیه میشه به این شکلی که مثلا اتفاق میفته و هنرمندهای دیگه که حالا کارهای به شکل دیگه میکنن. درست و غلطش بحث مجزاییه، ولی این که در واقع روند حاشیه و اتفاقاتی که توی حاشیه میفته ما رو میخواد به کجا ببره. اگه اجازه بدید من اینو سیو بکنم و بعد دوباره بریم برای ادامه بحثمون توی این مبحث حاشیه و حاشیه بعد هنر. در خدمت خواهم بود. متشکرم، مرسی.